Bismillahirrahmanirrahim. Ders bilim adır mürdi kavnini mindeles. Dır cuhay kabli ve dır dersay kabli dır racibe. El mürasat racibe. Anu el mürasat racibe. Ahmeti el mürasat ve hemçinan. Racibe bahudi mindel upalatay mindel. Yakın zıbas kadar bilim ve zikredim ki. Genetik ya virasat. İlim eski çigünügi intikali avamili khusiyatra. Khusiyat irsiri ve zemekunu ve قوانین حکیم بریده که مطابق کدام قوانین مطابق کدام اصول و قواعد پکترها از نسلهای گذشته به نسلهای آینده انتقال میشه از والدین به اولاد انتقال میشه در موجود زنده روی ازی بحث کرده بودیم در اینجا میخواییم که قوانین مندل را بسیار به طور ساده و خلاص رویش بحث کنیم و من چهار قوانین مندل وجود داره که در کتابایی را اکثر در اکثر کتابایی را دو قانون نوشته میکنه یا ایره بعض قانونش مدغم میکنه که دیگه در یکی در دیگه در بعض کتابایی را پنج شش قانون نوشته میکنه بیمونه که جدا جدا تو مفاهیمش جدا جدا نوشته میکنه مطلب یک چیز است هر دویش اینجا چهار قانون شما آوردیم که قانون اولش به نام یونیت کرکترستیک یا لاپ یونیت کرکترستیک یا قانونی اوصاب واحد است بیمانه که در مطابقت با این قانون در برای تمام خصوصیت برای تمام خصوصیت ارسی دو عامل وجود داره که دو عامل یک وصف واحد را یک خصوصیت واحد را کود میکنه یا وجود میره مثلا برای قد اگر ما بگویم برای قد دو عامل وجود داره دو پکتور یا دو جن وجود داره که قدر به وجود میره بلند بودن قدر و یا کوتاه بودن قدر دیگه اش کس به نام دومیننس لاب دومیننس یا قانونی غالبیت است یا قانونی بارزیت است این قانون تو میگه که برای تمام خصوصیت که دو عامل یا دو جن وجود داره یکی جن های شاید تو باشه که هر دویش یکسان باشه فرکانسیش بیمونه که هر دویش غالب باشه هر دویش مغلوب باشه یا تو باشه که یکش غالب باشه یکش مغلوب باشه معمولا قاعده ای که جن غالب یا جن بارز خصوصیت خود را پنوتایپ خود را نشکل ظاهری خود را تظاهر میده در پنوتایپ در شکل ظاهری یک موجود زنده و جنی مغلوب کس و تاثیرش کس پنهان میمونه خصوصا دیگهش کس بنامه سگریگیشن یاد میشه بیمونه که قانون ذاتسازی بنامه قانون ذاتسازی هم یاد میشه مطابقت به قانون ترس که وقت که گمیت ها تشکیل میشه در وقت تشکیل گمیت ها جنها که هستی که از دیگه جدا میشه و عامل پکتور هایی که از دیگه جدا میشه و در گمیت های جداگانه قرار میگیره که بعد این قوانین تشکیل میشه independent assortment این قانون یه در مطابقت با اصول یزی قانون یا مطابق یزی قانون تو گفته میتونیم که لا independent assortment مانا independent assortment رس که اصلا معامل کس یا پکتور ها کس در گمیت های جداگانه موجود می باشه و یکی از تاثیر یکی با بالای دیگه تاثیر نداره یعنی تورس یک جن بالای جن دیگه تاثیر نداره و قانون جور شدن آزاد یا لاب ایندیپندنت اسورتمنت ترس کی پکتور ها کس وقت کی پکتور ها در گمیت ها جدا میشه مثلا پکتور ها قد جدا میشه پکتور ها خصوصیت دیگه خصوصیت ارسی جدا میشه وقت کی پرلازیشن این قصورت بگیره در زایگوت یا در جنین پس پکتور ها با پکتور مشابه خود پس اکجا میشه مثلا یک جن که قدر کود میکنه یک جن که رنگ چشم کود میکنه با مو جنی که با مو پکتور که مطابق ازی هست پس در زایگوت که سکجا میشه نی پس در زایگوت وقت که زایگوت یا کجره دو انتومزومی هست یا دیپلاید هست کجره زایگوت وقت که بوجود به در زایگوت هر برای هر خصوصیت پس دو جن وجود داره از خاطر ازی که دو حجره هستن یک جای شده مدغم شده پیوز شده و یکی در دیگه من حل شده یک حجره که بنام زگوت یاد میشه رو بوجود آورده یک سر جندر سپرم وجود داشت یک سر جندر تخمه وجود داشت یا در نباتات یک سر جندر پولینگرین یا دانه گرده وجود داشت و یک سر جنی دیگه در تخمه یا در ایگ وجود داشت که در حقیقت اگر به تخمه یا به سپرم ما دقت کنیم در تخمه در سپرم برای قد یک جن وجود دارستن از خاطر ازی که یک سیت کروموزوم وجود داره کروموزوم ها کس نیست پس یک سری کروموزوم وجود داره و یک سری کروموزوم دیگه که اصل در تخمه وجود داره یک جن در تخمه وجود داره اگر پرس کنیم که در تخمه جن که در تخمه وجود داره او قد بلند را کود میکنه و این بارز است و جنی که در
نباتات در ګرده وجود داره یا در ګمیټ مذکر وجود داره یا در سپرم یا نباتی وجود داره او بیٹی کوچک نشان داده میشه و قد کوتاه را کود میکنه یک وقت که القا صورت میگیره اول پولینیشن یا گرده افشانی صورت میگیره این دانه گرده ګمیټ مذکر و ګمیټ مونث میرسه بعدا هر دو یک جای میشه پیوز میشه عملی پرتلایزیشن القا صورت میگیره بعد از القا یا پرتلایزیشن یا بوجود آمدن زایگوت یا موجود زنده نو هر دو سیتوجن ها که در تخمه وجود داشت و در سپرم وجود داشت در دو یک جای میشه پس از یک جای شدنش که در یک حجره در رستهش یک جای میشه اونو معاملی که برقد موجود بود در دانه در تخمه که بود باریز بود گفتیم که قد بلند رکود میکنه اون میه و او در سپرم یا در دانه گرده که بود که او قد کتا رکود میکنه اون میه هر دویش یک جای میشه پس او به تی تی نوشته میشه نشان داده میشه یک تی کلان و یک تی خورد مانش درست که یک تی که است قد بلند رکود میکنه یک تی قد کوتاه ولی قد که یک صفت واحد است یک وصف واحد است یک خصوصیت یک ویژگی واحد است ولی برایش دو عامل دو جن وجود دارد یک تی کلان است یک تی خرد است یک جن که از قد بلند رکود میکنه یک جن قد پایین را قد جنی که قد بلند را یا عاملی که قد بلند رکود میکنه یا وجود میره اون که از بارز است و قد کوتاه که است معمولا یکی از غیر بارز است غیر متبارز است یا مغلوب است اینجا در وقتی که جنهای غالب موجود باشه جنهای بارز موجود باشه در مجدات از وان جنهای مغلوب تاثیر خود را نشان داده نمیتونه از او خاطر است که قد ایز زایگوت که هستی موجود زنده که هست بلند میه مانایشی تو است که در داخل یمی موجود زنده در زایگوت در حجراتش وقتی که تبدیل به یک انسان میشه تبدیل به یک درخت میشه یا یک موجود زنده دیگه باشه قدش بلند میه مانش درست که جنهایی که قد بلند را کود میکنه و غالب سون در داخل جنوم یزی در داخل ازگاه جنیتیکی یزی در داخل اجرات یزی موجود است که از مادر خود ایره به ایرس برده بود ایره مطابق اصول جنیتیکی گرفته بود و جنی که سبب قد کتا میشه این در داخل جسم یزی در ازگاه جنیتیکی یزی در جنوم یزی موجود است ولی از خاطر ازی که قد کتا در مقابل قد بلند که است مغلوب است از او خاطر یکی از تظاهر یزی ظاهر شدن یزی معلوم شدن یزی در پنوتراپ یا در شکل ظاهری انسان یا نباتی نشان داده نمیشه خود دو از او خاطر اینت گفته میتونیم که برای هر عامل برای هر صفت برای هر کرکتر برای هر تریت یا ویژگی یا خصوصیت کس دو عامل وجود داره که این دو عامل کس سبب به وجود نمودن یک خصوصیت میشه مطابق فرکانسی مطابق پتانسیل واقع و پاور خود کی قانون به نام یونیت کریکترستیک یا قانون اوصاف واحد مشکی بعدا روی از این قوانین باز بحث میکنیم در اینجا در مورد چیزی که باید بحث کنیم این است که اول باید از اینجا شروع کنیم که مندل کار خود را از کجا شروع کرده کار خود را چطور شروع کرد یک اندازه این مسئله در ویدیو قبلی هم بحث کرده بودیم که اینجا اصلا خصوصیت عموم نباتات را خصوصیت عموم موجودات زنده را که مندل از او در تجارب خود در تجارب ژنتیکی خود از او کار گرفته بود دو مورد بس کردیم و او را تشریح کردیم و او را واضح کردیم که مندل کدام ویژگی و کدام خصوصیت موجودات زنده را از اون نباتات را در نظر گرفته بود که سبب کامیابی مندل شد و سبب ازش شد که مندل به موفقیت دست پیدا کنه و تجارب را که انجام داد نتیجه از تجارب درست باشه و صحیح باشه دو مورد که از تشریح داده بودیم و او را در وجوهای قبلی واضح کرده بودیم و یه تشریح کرده بودیم که چند مورد بود و یکی از او موردی بود که مندل اول نباتات خالص به وجود آورد یعنی نباتات را از نگاه چون تجارب را بار اول برای نبات مشنگ یعنی خود آغاز کرد و شروع کرد خود را از نگاه خصوصیت هر خصوصیت را که در نظر می گرفت اون خصوصیت را در چند نسل پای در پای یا چند نسل پای در پای یا تعقیبی و تعقیب میکرد و زیر نظر میگرفت تا که نبات را از نگاه اون مخصوصت خالص میکرد مثلا قد را اگر نظر میگرفت اگر نباتات قد بلند را اگر خود قد بلند را کشت میکرد در او را مابین خود تزویج میکرد تا که به این نتیجه میرسید که در داخل این خود در جنومش در زبای جنیتیکیش عاملی که سبب قد بلند میشه قد کوتاه میشه وجود نظر تمام عوامل یا فاکتورها یا مواد ارثی که در داخل جنوم این نباتات در داخل جزگاه ارثی نباتات موجود است کلش سبب وجود آمدن قد بلند میشه از اون خاطر بود که نباتات خالص یا هموزایگوس را وجود نور
kelime hum zeygus mane halis mita her mucid zinda ki cünümüş az digay amuxsat kim talemiş mesela az digay kad az digay rengi tuxum az digay rengi gul az digay laşan bedeni çünkü bedeni morfoloji tuxum وقت كي خالص باشا يكنا تخمر التوليد بيكون يكنا ورنج يقول التوليد كنا مثلا تمام يقول هايش برنج سبيت باشا يا قدش تمام قدم تمام نباتاتش بلان باشا باران دزك كش كريم باز زو هسل تخم بيجرين باز ور كش كريم قط هايش بلان بي يتو ميجم كي خالص هسي هو مزاجوس بيمان كده جينيتيك يزي در جينوم يزي در مواد إرثية يزي تنا عوامل وجود دار كيو يا سبب سبب یک حالت اون خصوصیت میشه مثلا یا سبب بلند بودن قد میشه یا سبب کوتاه بودن قد میشه ولی در چند نسل پیام امی کار صورت میگیره یا سبب رنگ گل میشه که رنگ شرقانی باید باشه در چند نسل میت پیام بر اندازه کیوره تکثیر کنیم زیاد کنیم ورکش کنیم باز از اصل بگیریم یعنی تخم بدست به تخم شه باز کش کنیم باز تخم بدست بریم مو رنگ گل که اصلا مرغوانی است متأخر مرغوانی میمونه معنی شی ترس که در داخل علمو یعنی می تخم ها در داخل حجرات این نباتات که است مواد ارسی شد رس که تنها قد بلند را بوجود میره یا تنها گل ارغوانی را بوجود میره یا تنها تخم لاش مثلا بوجود میره دی صورت میگیم که این نبات که است خالص است این نبات است که خالص است و معمولا نبات نخالص که است دوست کلمه هتروزایگوت برای کلمه هتروزایگوت هتروزایگوس برایش استفاده میشه کلمه این حالتش به نام هتروزایگوس یاد میشه حالت درگه یا حالت نخالص و اون نبات که علمی خصوصیت را داره نبات درگه باشه یعنی برای یک سپت دو حالت را داشته باشه به نام نبات هتروزایگوت هتروزایگوت پرینچ یاد میشه یا اگر حیوان باشه به نام هتروزایگوت یاد میشه معمولا کمبی مندل یا موقعیت مندل یا راز موقعیت مندل دری بود که مندل اول نباتات را خالص کرد بیمونه که نبات را هموزایگوس کرد تمام از خصوصیت را که مورد نظر می گرفت و مطالعه می کرد و زو کار می کرد او خصوصیت را از نگاه او خصوصیت نباتات را اول خالص کرد یعنی چند نسل پیهم مبین خود را کراس کرد مبین خود را تزویج کرد و اجازه نداد که گرده های نامعلوم از جای دیگه بیه و سبب القای تخمه ها شده در نباتات که شده یا در سهای کنترل شده که شده یزی از مندل از خاطر نباتات هموزایگوس را نباتات خالص را به دست آورد و بعد نباتات که خالص شده بود برای مندل معلوم بود که کدام خصوصیت را انتقال می ده و خصوصیتش کس کدام حالت را برای خود داره مثلا قد در نظر می گرفت قدش بلند است یا کوتاه است رنگ گلش کس سپید است یا ارغوانی است یا در پالو یزی مثلا دانه ها که سبز است یا زرد است یا دانه های نخود که است چملک است یا لشم است تمام این خصوصیتی بود که چندین خصوصیت بالا چندین خصوصیت مندل کار کرد و چندین خصوصیت را در چندین نسل پیهم تعقیب کرد و نباتات خالص را به وجود آورد خب اینجا در مورد چیزی که ما بحث میکنیم تقریبا این مسئله است و در اینجا ما نبات را که میبینیم در اینجا یک چیز رو به تی تی نوشته است در داخل یک دایره و در پالویش نوشته که ام پی در حقیقت اینجا ما یک خصوصیت را بالای بس میکنیم که مندل کدام خصوصیت را نظر میگرفت اول ایره پرز میکنیم که مندل قد را در نظر گرفته و بالای قد بالای نباتات از نگاه قد تجربه انجام داده قدش بلند بوده قدش کوتاه بوده نباتات را خالص کرده یعنی نباتات خالص قد بلند را یعنی هموزایگوس را نباتات خالص قد کوتاه را هموزایگوس را به دست آورده نباتات خالص قد بلند را چی گونه به دست آورده در این مورد کار میکنیم اول نباتات قد بلند را وقت که مندل کشت میکرد پای هم در چند نسل که را کشت کرد تمام نباتاتش قد بلند میامد یعنی تو که در پارنتال جنریشن که توسط پی نشان داده شده یعنی نسل پدری از این دو نبات میگرفت مثلا یک نبات که است TTS جنومش این نبات که است جنومش هم TTS بیمونه هدف از جنوم اونمو کروموزوم ها اونمو جن های است مواد جنیتیکی است که در داخل هسته های حجرات وجود دارد و سبب وجود آمدن خصوصیت ارسی میشه و از جنوم از او مواد جنیتیکی یا مواد ارسی از او لینی از جن ها یا از او کروموزوم ها فقط ما عامل قدر در نظر میگیریم اینجا برای خصوصیت دو عامل وجود داره عامل مختلف مش که در داخل هسته یک موجود زنده در جنومش در جنتیکش وجود داشته باشه و
ولين چیز را که ما اینجا در نظر میگیریم یا چیزی که من دل وقت در نظر گرفتم فقط قدس که به تی به هر پیتی نشان داده میشه و خاطر از دو تی نوشته شده در اینجا وقت که میبینیم دو تی از خاطر از این نوشته شده که در نسل پدری پس کنیم که مادر است و این طرف که است پدر است یا این نبات مادری است این نبات پدری است در دویش که است دو عمل اصلا در حجرات جسمیش وجود داره دو عمل وجود داره که سبب وجود آمدن قد میشه یعنی دو جن وجود داره که سبب وجود آمدن قد میشه یعنی اصلا در کروموزوم اگه اینجا ببینیم در کروموزوم یک عامل یک جن اینجا وجود داره و یک عامل یک جن اینجا وجود داره یعنی برای وجود آمدن قد برای وجود آمدن ارتفاع قد یا بلند بودن کوتاه بودن قد فقط دو عامل وجود داره قد یا که از خود قد یک صفت است یک وصف است ولی حالات متبادل داره حالات متبادلش در است که یا قد بلند می باشد در موجود زنده یا قد کوتاه می باشد در موجود زنده از خاطر هر موجود زنده داره دو عامل است یا در است که هر دو عاملش قد بلند را وجود میاره یا هر دو عاملش قد کوتاه را وجود میاره یه طور است که کاملش قد بلند را بوجود میاره یک کاملش قد کوتاه را بوجود میاره یعنی سه احتمال اصلا وجود داره یه طور است قد بلند میاره ولی هر دو عاملش که از خالص است هر دو عامل هر دو جن که از خاطر بلند بودن قد وظیفه داره یه طور است که قد کوتاه است هر دو عامل هر دو جن که از سبب وجود آمدن قد کوتاه میشه به حرف کوچک تی نشان داده میشه که بعدا در جوی بعدی روش بس میشه و یا حالت سومی رو به خود میگیره تو است که قد نبات کس بلند است یا نبات قد بلند است ولی عامل که در حجرات از واس یک تیش که از کلان است یکی خود است بیوانه که یک تی یک جن سبب وجود آمدن قد بلند میشه یک تی یک جن که از سبب وجود آمدن قد کوتاه میشه معمولا یه رو گفتم که اصولی تو است که جنی که قد بلند رکود میکنه و جنی که قد کوتاه رکود میکنه یا دو وقت که جایش هم درک حجره درک جنوم درک موجود زنده وقت که جنی قد بلند وجود داشته باشه جنی قد کوتاه مغلوب است او کس غیر بارز است خصیت خود را ظاهر کرده نمیتونه خصیت خود نشان داده نمیتونه از خطر موجود زنده قد بلند میه ولی در داخلش عاملی که سبب قد کوتاه میشه موجود است ولی از خاطر اینکه او مغلوب است در صورت موجودات جنی غالب یا قد بلند خود نشان داده نمیتونه از خاطر مغلوب و پنهان باقی میمانه در اینجا یک نبات را من دل وقت که پارنتل جنریشنز یا جنریشن های نسل های پدری را در نظر میگرفت یا رویش کار میکرد یک نبات را در اینجا نظر گرفته که قدش بلند است یک نبات را در اینجا نظر گرفته که قدش بلند است در داخل اردو کس مواد ارسیش کس در مواد ارسیش عاملی که وجود در برای قد اردویش قد بلند را کود میکنه معمولا وقتی که قد بلند هدف ما باشه تی کلان نوشته میکنیم هر تی کلان و که قد کوتاه هدف ما باشه تی کوچک را نوشته میکنیم در اینجا در داخل هر دویش که از هوموزایگوس است جنوتایپش خالص است هر دویش قد بلند را کود میکنه در داخلش که است در اینجا در این باتم هر دو تی وجود داره بیمانه که عاملی از که برای قد بلند کود میکنه یا قد بلند را بوجود میاره هدف از کود کردن بوجود آوردن یا بمیان آوردن است و در اینجا هم قد بلند را وجود میاره معمولا از ریکامبینیشن از وقت که گمیتها را تولید میکنه اینجا جیره نوشته کردیم وقت که گمیتها را تولید میکنه از ایک حجره معمولا وقت که حجرات جسمی حجرات جنسی وجود میاره این عامل که از جدا میشه یعنی بیمانه که در حجرات جسمی تمام عامل به شکل جوره است تمام کروزوم ها به شکل جوره است به شکل دو سیت است که یک سیت از یک طرف است در خط و یک سیت از طرف دیگه یعنی از طرف یک سیت از طرف والد مذکر یک سیت از طرف والد مونث وجود ما یک جای شده که در اینجا در نسل پدری به می شکل موجود وجود داره یا اگر در مورد خود ما تطبیق کنیم مثلا یک به جسم خود نگاه کنیم به حجره جسمی ما برای قد ما می رقم دو جن وجود داره دو تی وجود داره در حجره ما مونش درست که یک تی از طرف مادر ما یک تی از طرف پدر ما آمده این یک سیتی کروموزوم ها یک سیتی عامل که از طرف پدر ما یک سیتی عامل از طرف پدر ما مادر ما آمده ولی وقتی که گمیت های مونس و مذکر که جای شده و ما از سخته شده در او گمیت ها باز این جنها جوری نبوده وقت یک از طرف والد پدر ما که بود فقط یک تی وجود داشت
o taraf madari muam yek çocuğu daş bir ona ki başka bir jöra ne bu pasas ek şu şudani ki mitraim zakar bu muannas ki zay gut bu işte madar ve uzay gut tabdil şuda ba jis bir mu de uzay gut baz iyi amel pasak jay şuda ve iyi ti ha ki astarak yek ti astarak padari ma ti astarak madar meni yek jin astarak padar o panda yek jin astarak madari ma madar yek jay şuda drzay gut yek mucuz zinde mukammal rakim ma xodi ma astim ایر بوجود دارده باز ارتباط میگیره با امو پریکنسی و پاوری امو جنها که قدیما بلند است یا قدیما کوتاه است چرا خانوس ارتباط میگیره با پریکنسی و با امو پوتنشل و با مقوی که امو جنها داره هدف اینجی است که عامل وقتی که اپکتور ها وقتی که عملی گمیت و جنیس صورت میگیره این گمیت ها که اینجا به هر پی جی نشان داده شده اینجا هدف از جی گمیت و جنیس یا تولید گمیت هاست و گمیر سیا گمیت هاس میتونیم کردیم مطلب از جیب بگیریم در اینجا یا عامل کسی در گمیت های جداگانه قرار میگیره در پالیزی که دیگه عامل یا دیگه پکتور ها قرار میگیره عامل قد هم قرار میگیره یعنی یک تی با یک گمیت میره یک تی با گمیت دیگه میره این اصلا دو گمیت اینجا وجود داره و در اینجا اگر جنس مونس پرس کنیم این جنس مزکر پرس میکنیم یا نبات یا نبات مونس پرس کنیم یا نبات مزکر پرس میکنیم در اینجا در جنوبش دو تی وجود داره در حجره وقتی که ای تبدیل میشه به گمیت ها ای کروموزوم ها کیاس یا وی پکتور ها کیاس یا عامل کیاس جدا میشه یعنی در حقیقت اینجا چهار گمیت هست که اینجا گمیت ها کیاس یا عامل کیاس جدا شده و چهار گمیت میتونه که چهار نوع چهار عامل کیاس که اینجا جدا شده یعنی از طرف پدرم در وقت گمیت و جنیس عامل جدا شده از طرف مادرم در وقت گمیت و جنیس عامل جدا شده از ترکیب از این چهار نوع گمیت مشکی به وجود بیه یعنی چهار نوع گمیت میتونه که تولید کنه از نگاه ترکیب جنیتیکی ولی از خاطر از اینکه اینجا عامل کس یک سانه از او خطر ترکیب جنیتیکی گی گمیت ها کس از نگاه قد هم یک سانه از خاطر از اینکه اینجا تی کوچک وجود نداره دمامی تی ها کس کلان است از او خطر تمام میتی ها کس کلان آمده و ترکیب جنیتیکی شم کس هموزایگوس خالص است اب در اینجا میبینیم ای تی را ای تی ضرب میکنیم که تی تی میشه ای تی را به ای تی ضرب میکنیم که تی تی میشه بیمونه که یک جمع میشه در گمیت در نسل اینده در نسل اپیاک یعنی بعد از القا در نسل اپیاک یا پیس پیلیل جنریشن یا پیس جنریشن اگه اینی هستن مانا شترس که اگه ای گمیت با ای گمیت یک جای شوه موجود زندهش با ای ترکیب جنیتیکی وجود می که تی تی است اگر ای گمیت با ای گمیت یک جای شوه تصادفا در وقت القا موجود زنده که میاره که به وجود میاره با ای جنوم وجود میاره که تی تی کلان است اگر ای تی با ای تی یک جای شوه موجود زنده را که در نسل اول در یک جنریشن یک بوجود میره جنومش این رقم است یعنی مودی سیش این رقم است سردو تی کلان است و اگر ای تی با ای تی یک جای شوه و ضرب شوه این در وقت القا یعنی ای گمیت با ای گمیت یک جای شوه و زایگوت بوجود در در زایگوت کس امو ساختار جنیتیکیش جنومش کس نگاه قد پکتورهای جنیتیکیش کس این رقم است سردو تی کس کلان است مانا از ای است که اصلا میش که چهار نوع موجود زنده چهار موجود زنده نو را به وجود بیاره یعنی وقتی که گمیت جنیسیس در اینجا صورت میگیره میش که پس از گمیت جنیسیس الخاص صورت میگیره میش که چهار نسل به وجود بیاره و چهار نسل اش اینجا میبینیم که از نگاه جنیتیکی کس یا از نگاه جنیتیکی کس این خالص است خالص معنی چی؟ معنی اشی طور است که در هر موجود زنده اگه اینجا متوجه شویم در اینجا هر دو تیکی از کلان است بیمانه که قد بلنده وجود میاره دینجم که سر دو تیکلان است بیمانه قد بلند را وجود میاره ویره میخوام که در اینجا که بر دو تیم توجه شم یک تی از طرف پدر یک تی از طرف مادر آمده پس یک جای شده و در اینجا یک تی از طرف پدر یک تی از طرف مادر آمده و در دو دانه یا دو موجود زنده دیگه هم به این ترتیب است ویره اگر بالا یک کروموزوم نشان بتیم این خودش این کروموزوم است اینجا میبینیم که یک جین وجود داره تی کلون است و اینجا تی کلون است بیونه که هر دو پکتور یا دو عامل که در نسل اینده در زایگوت وجود داره یا در نبات اینده در نسل پیک وجود داره تی کلون است و قد بلند را کود میکنه قد بلند نباتات را بوجود میره که معمولا این بنامی جنوم هم تمام مواد ارسی جنیتیکی که است بنامی
جینوټایپ یاد میشه یا بنامی جینوم یاد میشه وینچ بای جینوم یا بای جینوټایپ یا ما توجه کنیم یا متوجه شیم هر چهار موجود زنده نه که وجود می دینجا تی ها که اس کلش کلان اس یک سان اس بیمونه که موجود زنده که اس خالص اس بیمونه که در جینومش در مواد ژنتیکیش تن عوامل وجود داره که سبب بروز نمودن قد بلند میشه عاملی که سبب بروز نمودن قد کوتاه میشه و به تی کوچک نشان داده میشه اینجا دیده نمیشه بیمونه که هوموزایگوس اس یا خالص اس یا خالص اس وقتی که پنوتایپ وجود میاره تمام هر چهار موجود زنده نو که اس قدش رقم اس بلند اس از خاطر ازی این وقت که در پنوتایپ تظاهر میکنه این کرکتر خصوصیت تینی بلند بودن پایین قد بودن قد دیجی تمام نواتات که اس قدش بلند میه در اینجا در پارنتال جنریشن ام قدی موجود زنده یعنی قد نبات مادری که بودن بلند بود از خاطر ازی بلند است که در داخل هر دو تی اس کلان است یعنی در داخل جنی وجود نداره که سبب قد کوتاه شو در نبات پدری هم هر دو تی اس کلان است بیمونه که در داخل نبات پدری در داخل حجراتش جنهای وجود نداره که سبب به وجود آمدن قد کوتاه میشه اگر می بود اینجا بتی کوچک نشان داده میشد اینجا علی نشان داده نشده بیمونه که در داخل جنومش تی تمام تی ها که از کلان است انتهای کوچک وجود نداره مانا ازی ترس که ای کس در جنوم ازی تی های کلان وجود داره در اینجا عوامل یا پکتر هایی که سبب قد کوتاه میشه یا قد کوتاه میشه ای وجود نداره این یک نبات خالص است هر دو نبات خالص تزویج شده چهار نبات دیگر به وجود آورده هر چهارش که قدش چه رقم است بلند است و هوموزایگوس یعنی خالص است بیمونه که در جنومش در دستگاه جنتیکی در جنوم در جنتیکش در هستایش جنهای وجود نداره که بطری کوچک نشان داده شو و سبب وجود آمدن قدی کوتاه شو خب این مسئله در اینجا به شکل دیگه در قسمت تشریح کردیم یعنی رقم یک نبات مذکر است نبات مؤنث است هر دو گمیتر را تولید کرده که تمام گمیتر هایش کس حالت هوموزایگوتی که داره بمونه که یک نوع جنها دایی وجود داره و اینه تمام گمیتر هایی کس قد بلند را کود میکنه این گمیتر هایی کس یک جای میشه در این نسل پیک چار موجود زنده نو را بوجود میاره که اینجا میبینیم که در هر چارش کس یه حالت که اینجا بود در اینجا مست تمام تی ها تمام مواد ارسی و جنتیکی کس به تی کلان نشان داده شده مانه زی ای است که 100% ای که از هوموزایگوس است یا خالص است و 100% قد بلند است و قد بلند خالص است بیمانه که در داخلش جنهای وجود نداره که قد کوتاه رو بوجود بیاره و تمام جنها قد بلند رو بوجود میاره و تمام ارچار نبات که از دو نبات پدری بوجود آمده قد بلند استن نبات مادری و پدریش هم قد بلند بود و نسل اپیاکش هم کلش قد بلند است و من دل کار را که قد تجربه را که انجام داد امیتو اکبالات را انجام داد و نباتات را که در نسل اپیاک به دست می آورد ای را باز ما بین خود تزویج می کرد بیمانه که باز اگر تزویج کنه اینجا می بینیم اگر پرس کنیم که ما یک اینمی نبات را می گیریم و یکی نبات را می گیریم با هم تزویج می کنیم این نبات را می گیریم در اینجا و این نبات را می گیریم در اینجا ادویش تی کلان و تی کلان اینه مسئله را باز می بینیم به دست میاریم و نبات که از قد بلند خالص به دست می به این نتیجه می رسیم ایره مسلسل به شکل دوامدار من دل ای کار انجام داد و نباتات را که به دست می آورد به هر اندازه که تجربه پی در پی را انجام می داد اینمی نتیجه را به دست می آورد به این معنی که از تمام نباتاتی بود قد بلند بود و قد بلند خالص بلند این تجربه را در مورد نباتات قد کوتاه هم انجام داد به معنی که اونجا فقط چیزی که تغییر میکنه ای است که تمام تی ها که اینجا کلان نوشته شده ای تی ها یا حروف انگلیسی کوچک نوشته میشه معنی این وقت که ما نوشته میکنیم و او وقت که انجام میداد کار میکرد به معنی که نباتات قد بلند را در یک کور در یک جای کشت میکرد نباتات قد کوتاه را دیگه جای دورتر از او کشت میکرد اول بالا هر دو را مثلا یک بار دیگه نزدیک میکرد مابین خودش کراس تزویج میکرد نباتات قد بلند نباتات قد بلند را تولید میکرد نباتات قد کوتاه نباتات قد کوتاه را تولید میکرد تا چندین نسل این تجربه پای در پای انجام داد بالاخره من دل به این نتیجه رسید که نباتات که قد بلند است بار اندازه که او را مابین خود تزویج کنه مابین خود القا صورت بگیره در او نباتات نسل های نو را که وجود میاره و تمامش قد بلند است مانای شد رست که در داخل جنوم ازیا عوامل ایسی که وجود داره یا پرکتور هایی که وجود داره تمامش سبب
Bojdamdan yakad bilen meşe ve amili yaz ki önce fakat amili vücudları duyun o batat kadaş ki bilen ki sebep bojdamdan yakad bilen meşe. Bunu batat ki kadaş kutans barandaz ki müdel ve tezvij mekat ve urekeşt mekat mabayn khudur tezvij mekat ve zemine sazi elqai khudi yak raspul nişan ra daru cemiyat nebati ile zemine sazi mekat kadaş kutam yamad. Bim ona ki و من دل بینی سجرا سی کی نباتات که هست از نگاه قد که هستی خالص استن قد قد کوتاه خالص استن نه قد کوتاه هم زایگوس استن حالت هم زایگوچی که خالص داره نباتات درگانی استن و قدش که هست خالص بیمونه که پکتور هایی که در داخل جنوب یا زیوچی داره برای قد تمامش قد کوتاه را کود میکنه این نباتات خالص را نباتات هم زایگوس را من دل بی طریقه به وجود آورد یا یکی از دستاورد های من دل بود که نباتات قد کوتاه را بوجود آورد و بعدن باز یکی چیکنه این ای نباتات را نباتات قد کوتاه را با نباتات قد بلند تزویج کرد از خاطر از اینکه ببینه که وقتی که در تجربه قبلیش نباتات قد بلند را با نباتات قد بلند تزویج میکرد نباتات قد بلند را به دست میآورد نباتات قد کوتاه را با نباتات قد کوتاه وقتی که تزویج میکرد کراس میکرد عملی القا اونجا زمینه القا و زمینه پل نشان گردابشانی و بعدن زمینه القا مساعد میشد در نسل های اینده تمام نباتات کوتاه را به وجود می آورد به این نتیجه رسید مندل که در نباتات قد بلند عامل قد بلند وجود داره در نباتات قد کوتاه عامل قد کوتاه وجود داره و نسل نباتات خالص را به دست آورده بود ای تو هرادا کرد که به در دوره ما بین خود تزویج کنه که نسل اینده یار دو چی میشه بخت که یک قد بلند به قد کوتاه تزویج شوه کراس شوه در نتیجه القایزو چی گونه یک نسل به وجود میاد نسل بعد قد بلند باشه و بعد قد کوتاه باشه از خاطر از کیره معلوم کنه باز تجربه انجام داد و رویش کار کرد خدایی مورد ای پلت ها بود که مندل این شروع کار مندل بود که خالص سازی کرد و حالت هموزایگوچی کرد به وجود آورد نه تنها که قدر در نظر گرفته بود یک تجربه بود که ما اینجا قدر در نظر گرفتیم نه تنها قدر در نظر گرفته بود سایری خصوصیت دیگرم مندل در نظر گرفته بود خصوصیت مختلف بود که مندل در تجارب خود از او کار گرفت مثلا قد بود یا می درازی کوتاه بودن چیز بود قد یا ساقه بود موقعیت گل بود که موقعیت گل که از اکسل یا محوری است یا ترمینال انجامی است یعنی در انجام نبات وجود داره در اطراف نبات وجود داره رنگی گل بود که سبز است یا زرد است سپید است سبز است یا زرد است رنگ دانه بود که سبز است یا زرد است رنگ گل بود که ارغوانی است یا سپید است یا شکل تخم در نظر می گرفت مثلا که شکل تخم راوند یا دارای لشم است یا ایتر است که دارای برامدگی و پرورفتگی است امی تمام خصوصیت بود که دو حالت را داشت این خصوصیت و بالای از خصوصیت جدا جدا امی رقم که بالای قد تجربه انجام داد بالای از خصوصیت هم تجربه انجام داد و کار کرد نتیجهش اونمو بود که نباتات خالص را یا نباتات هم زایگوت زایگوتیک را به وجود دور دو سبب شد در بدی وجود که مگم دی مندل دی قانون و یا دی مندل زناب هن هرجنس دی مندل دی قانون و پاکل خبری که اومو کمخ که وجود گانه که پدی بس درود دو پدی مخبری کرده ویسی مندل پدی او توانی سی پو دی ورسات نه حکیم قوانین کشف نه قوانین سی ورسات سبب کی گیا قوانین سی ارسی مواد دی غلم خنه لیک دول کی گلی نسل نبل نسل تل والدین نه اولادون تا دا کشف کی گیا دل استراوری پدی اکلا مندل تجربی وکلی و مندل پدی اکلا بندی کارو که مندل اولای شخص ویو لسی دیو حیوان یا نبات یو خسات دیو تاکل یا عامل پاستمان سترزی ادو عامل دیگه میتون لار لوالدین نه اولادون انتقالی څنګه چې د مندل پخ کې مایکروسکوپ نو مندل جینو کروموزوم پخ کې نه پیژندل د مندل سره تر نو سو کال پورې نظر پټي پاتې شولې تر هغه پورې چې درې تنه په هانو ټي شرمک ډیوس او کورنس یو شمېر سره نیو کلی سپالې کاملا د مندل په لور سره ورته نو په دې وخت کې مندل د کارو ارزښت خلاص او د مندل کارونه بیرته عمر انسل مندل د خپل تجربه لپاره ان خو د مشنګ نباتي په نظر کې نیولې او د په دې باندې تجربه وکړه چې د تجربه په نتیجه کې سلور د رسد قوانین کشف کړل سي د یونټ کرکټرستکس یا د واحد اوصاب قانون د ډومیننس یا د بارزت قانون د سګریګیشن د بیلوالي جنونو کې بیلول قانون او انډیپنډنټ ډیسورمنټ یا د جنونو د مستقلانه یوځای والي
جوړ کېدو قانون یا د ذات جوړ کېدو قانون کشف کړل، د قانوني کشف کړل. عموماً من د په نباتاتو کې تجربې له کوم ځای شروع کړې، په دې به خبرې وکړو، په دې به په دې به نرګي وشي. من د له کوم ځای نه خپل کار شروع کړو، په مخکې مثال یې چې من د کله چې خپل کوم کار صدقه او یا تجربې صدقه ولې دوی په هغه کې څو شیان په نظر کې نیولي وو، یعنې دوی کامیابي راز په دې کې اوسي. دوی خاص ځانګړتیاوې په نباتاتو کې په نظر کې نیولې وې. اول دا اوس د مندل پتري استعداد و، مثلا پدري استعداد درلود، یوه اندازه پوهه یې درلوده په ریاضي پیده، په حساب پیده. ایله دا اوس دوی هغه نباتاتو چې دوی تجربې پرې کولې، د هغو نتیجې ښې محاسبه به کولې، او دوی ته د سر فرټلایزیشن د خودي خزمینه مسایده کړې وه. بل داسې د خودو نبات چې شمېر خالص توپیري خصوصیات یې ځانګړتیاوې درلودلې، لورای پکې ښکاره کېدلې. مثلا که د ګل رنګ وو، د ګل رنګ یا سپین وو، یا مثلا رغونی نشین وو، که د دانو رنګ وو زیړ وو یا شین وو، یا مطلب که د دانو ډول وو ښی وو یا ګونز والا وو، مثلا قد کې وو، قد یا جګ وو یا ټیټ وو، دا عموماً هغه خصوصیات چې دوی په نظر کې نیولي وو. بل د مصنوعي توګه د القاء عملیه تقریبا همیشه نتیجه ورکوي چې دوی کار ترې واخیستي. او له بلې خوا نه دوی خپلې د کار نتیجې محاسبه کولې، حسابولې. دا ټول عوامل چې د مندل د کامیابي سبب شول، زموږ په مخکې وجو کې په مفصل ډول باندې بحث کړی وو. مندل اول کوم نباتات باندې کار وکړو، یعنې په نخودو باندې کار وکړو، دوی کوشش وکړو چې نباتات خالص کړي، یعنې د ټولو خصوصیاتو میګانو د خالص کړي. خالص نباتات لاسته راوړي، هوموزایګوس نباتات لاسته راوړي، د همدې لپاره د مشنګ نبات غوره کړي. په دې نبات کې تخم رنګ او د نبات قد په نظر کې ونیو. په اول کې مندل یوازې یو خاصیت ته پاملرنه کول، په راتلونکي نسلو کې هغه خاصیت تمتالین نیو. مثلا د نخود دغه نبات دقت جګوالی 1.5 متر وو، یعنې 1.5 متر تر 100 نسلو پورې په مسلسل ډول باندې دلته زیږوو، او تر 100 نسلو پورې په دې باندې کار کوو. سپینجه کې خالص لوړ قده نبات بلاسته راغی، ترلاسه به کوي. نو مندل وویل چې د دې نبات د قد لوړوالی عامل څه ده؟ لوړل پر یو عامل یې پکتور وجود لري په داخل کې. همدارنګه دغه نبات چې 1.5 سانتي متر قد درلود، مثلا قد یې چیټو، دوی هم هغه هم تر 100 نسلو پورې په پیغام جوړ په مسلسل ډول یو بل پسې تزویج کړل، او ټیټ قد نبات لاسته راوړل. مندل بیا هم دا ویل چې د قد د ټیټوالي لپاره هم یو عامل وجود لري. او مندل دې تر څنګ په دې هم پوهېده چې هغه ونه چې لوړ قد لري، هغه نبات چې لوړ قد لري، یعنې خود هغه بوټۍ چې لوړ قد لري، په هغه کې د ټیټوالي یو عامل نشته، یوازې د لوړوالي یو عامل دی. هغه جن پکې وجود لري چې هغه لوړوالي مسته راوړي، لوړ قد مسته راوړي. او ټیټ نبات چې ده، په هغه کې د جګوالي فکټور یو عامل وجود نه لري، یوازې پورې کې ټیټ قد عامل وجود لري. لکه دلته چې اوس موږ وګورو، پارنټ چینج پی د پارنټل جنریشن د بدري د پلرني نسل معنا ورکوي. مندل دوه نباتات چې جګ قدونه درلودل، دا یې څنګ په څنګ سره وکرل، د دوړه یې راواخیستل. دوړه قدونه شي وو جګ وو، او دوړه هم زایګوس وو. په دې معنی چې په دوړه کې ټي ټي سیدي د جګ قد، یعنې په هر د قد لپاره دوه جنونه په هر منځوني موجود کې وجود لري. مثلا که زموږ په جسم کې مې دوه جنونه وجود لري، که دمونږ قد جګ یي خالص د جګوالي لپاره خالص یو د جینیتیک له مخې، نو دواړه جنونه په ټي ټي سره په غټ ټي سره ښودل کېږي. په دې معنی چې دواړه جنونه جګ قد مست سره وي، یا جګ قد کود کوي. دلته په دې نباتاتو کې هم دواړه جنونه شي وو د جګ قد سبب کېدل. مندل دا نباتات څنګ په څنګ سره کرل، په خپل منځ کې سره کراس کول. کله چې په دې پی جنریشن کې چې مثلا دغه پلرنی نسل پلار پرس کو پلرنی بوټۍ او دا مورنی بوټۍ پرس کو، په دواړو کې د ګمیټو جنس سملیه دلته په جي سره ښودل کېږي. اول دا سرته رسېږي، یا دا د ګمیټو جنس عملیه صورت نیسي. د ګمیټو جنس په عملیه کې څه ده؟ ارسي مواد چې ده په ګمیټونو کې تقسیمېږي، خو هر ګمیټ ته، هر څو ګمیټونه چې تولیدېږي، هر ګمیټ ته نیم ارسي مواد ځي. په دې معنی چې یو سیټ ارسي مواد ځي، یو سیټ کروموزومونه ځي. داسې نه ځي چې دواړه په ګمیټونو کې دواړه ټي ټي بي او جي وي، داسې په جسمي حجرو کې دواړه ټي او جي دي. په جنسي حجرو کې دا دواړه ټي ګانې چې دي دا سره بیلېږي. لکه مثلا دلته موږ وینو چې لار زوندي موجود، مثلا دوه ګمیټونه مست راغلي دي، یو ټي دا ده، یو ټي دا ده. په دې معنی چې په حقیقت کې د یو ګمیټ ده او یو ټي له ځان سره لري، نیم عامل لري. دلته هم د مورني نبات هم همدغه کار شوی، یعنې د یو خصوصیت په تفاوت سره د نباتات چې دي په خپل منځ کې سره تجویز شوي دي، په خپل منځ کې سره کراس شوي دي، او ګمیټونه چې کله مست راوړي دي، یو ټي لري، یعنې یو عامل په دې ګمیټو کې موجود ده، یو عامل په دې ګمیټو کې لیدل کېږي.
Enumun digamit genes park kalis gametren juri gi dalta irsi mod nimi gi nim irsi mod yo gamit tezi nim irsi mod bel gamit tezi yani digamit genes park ki kalis gametren masrazi gametren mukammal irsi mod nu deri nim irsi mod deri yadi kromozom yo setleri dil par diploid set pun me digi diploid hujro je in kromozom hujro pun me digi spio in sarfil ki jismi hujris di ni hujris gair gamit hujri di jinsi hujri di do in sarfil ki yadi diploid halatleri yani kadılta bu deyiplerini nasıl kesim ki? Yunu. Mendel, dana batatı kalesi sayıbcayık kal. Sayıbcayık oli, dana batatı gümüşünü tül dolsi yoyo ameli dilut. Ada gümüşünü kalık fomak kol manski mıga sıra zarp kini tisadu pül mahi. Deyipyav nasıl ki, yapu nevi nasıl ki gümüşünü bu dey tertip sıra. Zunni müjdat master avlaysi. Mesela kada gümüş, ledi gümüş sayıbcayısi. نو دی ٹی ٹی دی دوڑ غٹی جنوم پتر لدل سره زون دی موجود مستر وڑی کم دا غٹی تسا د پند دی ٹی سره نه دا گمیٹ ل دی گمیٹ سره دا جنس یو جرل دی جنس یو جری سره مثلا پر سکو سدا تخما دا او داس پرند جی کی پ دی جنیټیک سره زون دی موجود مستر وڑی دوڑ ٹی سره پی جی کی پ نو زون دی موجود کی او کدا ٹی دی ٹی سره جی سی درخ می زون دی موجود دی خصت سره مستر وڑی پ دی جنوم سره او کدا ٹی چرل دی ٹی سره جی سی نه دا گمیٹ دګمټ سره وجای سي زونه موجي دي په دې خصوصا ماستر ازي دلته موږ یو نسې په سلور وړو زونه موجودات کې ده غټ یو جوړ لري دل پر سپورونو کې په ګمټونو کې ګمټونو کې دي څه جوړ سي دي یو جوړ څه جوړ سي ده په کې کوچنی ټي یو جوړ لري لوټ کوچنی ټي ګان وجود نه لري دل پر دې کې غټ یو جوړ لري او دې جنوم سره دا یو همزایګوس جنوم ده یو خالص جنوم ده ان جنوم ټایپ سره خالص ده دونه سپدې کې کوچنی ټي یو جوړ نه لري غټي دی لوړ قد سبب کې کوچنی ټي ټي قد سبب کې ولې مومن په نباتات کې ده بیا یا په حیوانات کې کله چې دوړ ټي یو جي سي په ځای ګوټ کې لکه دلته سي جي سي د سنگینو چې دوړ ټي غټ لوړ قد مستر ازي کې دوړ ټي کوچنی وي ټي قد مستر ازي کې یو ټي غټ وي کوچنی وي مې لوړ قد مستر ازي کې هر وخت کې سي غټ ټي وجود لري یعنی غالب جن وجود لري بارز جن وجود لري مغلوب جن کوچنی ټي صرف کې مغلوب صفات نه خره کې یا مغلوب صفات کېږي صاد د ډومیننت ټریټ دی د ریسیسیو ټریټ دی مخپس په پونو سره دی غنی غالب جن په موجودات کې مغلوب جن خپل خصوصیت یا خپل ځانګړتیا خودلې نسی نو معنا دې چې یو دوه ځوندي موجودات چې یو لور قد لري ټټ قد لري سره یو ځای سي او جن داخل د جنوم کې سي دا هتو زایګوس حالت موجود وي نو په ځای کې سي دا کوم نوې نسل سم سره ځي چې قد لري یو قد لري نوټی سي دا غټي صداغه بارز ده خپل قصت کي په نوې ژوند موجود کې موږ په کروموزوم کې دلته یو کروموزوم کې په نوو حجرو کې ټولو حجرو کې چې لقد لپاره دوه ملي وجود لري چې ورته غټ دوه ټی غټ ټول ته خل سوي دي نو دوه ملي وجود لري چې دا دوه دي جنوم په نوم سره ديږي یعنی د جنوټایپ په نوم ديږي د جنوټایپ د خالص تبدیل نسل تور کې چې ټیوجن لري د ایکسپریشن دي دي تاثیر خدل نو رسته چې په نوټایپ کې خپل تاثیر خر کې ټول قدونې نباتات دي هغه به قد بلندي یا لوړ قد لري لوړ قد نباتات په لاس راځي دل پر سب دي نباتات کې دي ټیټ قد قد عامل یا جن به وجود نه لري ان تر اخره پر انداز دي دوام کوي دوی په نسلو کې به ټول لوړ قد نبات مسترځي همدا د پونش مربع د په بل شکل سره خدلې ده دوه نباتات یو مذکر نبات یو مونث نبات سره جیکوي په پرنټل جنریشن په لرین نسل کې سوي کې ګمټونه جوړي دي ګمټو جنیس په نشه کې ول ګمټونه جوړي سلو ډول ګمټونه جوړي چې ټول سلو ډول ګمټونه سي دي یو عامل لري چې غد لول قد عامل ده یو ځل لول قد عامل دوی دلته لري سري ان کله سي دوی سري جي کې نیو جي کې دوه چانس ورکول سي پی پی او نسل کې پی پی او جنریشن کې ده کدا د زونه موجود یا د ګمټ دی ګمټ سوي جي سي ټي ټي الات مسره وړي او کدا مثلا دیسره جی سی دالت مستر وړي کدا دیسره جی سی دالت او کدا دیسره جی سی دالت مستر وړي یو من یو سلور نوې زونه موږ داسې مستر زی ټول سې په داخل کې د ټي ټي چونه لري ان جن لري ټول د لوړ قد جن لري دل پر سې دوی جن ټاپ ټول یو شیدا ټول جن د لوړ قد پر دینو سل پسده هم زای ګوست یا خالص دي می دورګن دي او سل پسده سې لوړ قد دي نو د سولې صدغه ټول سلب صدغه د لوړ قد لرونکي خالص نباتات دي مثلا دین هدف دا اوس مندل په دغه ډول باندې
خالص یا هم زایګوس دلور قدرون کی نباتات مسترول او د ترغ پرې په دې باندې کار کو ترغ پرې دا پر لپسې په دې باندې تجربه سرته رسولې تجربه انجام کړې تجربه سرته سر کړې تر پرې په دې قین سنور په دغه لور قدرون کو نباتات کې د چیت قدامل وجود نه لري ځکه کامل وجود درلودلی په سنور نسلو کې بیا د رغ خرسا وي ولې هغه خرسا معنا یې داسې په دغو ټول نباتات کې دوی تجربې کړې دي تجربې په کلې صرف خالص نباتاتو خالص لوړ قدمه سره وي او خالص هغه جنونه هغه عوامل هغه فکتورونه هغه ارسیمات دي کوم چې لري چې د لوړ قد د راتلو یا د مس راتلو سبب کېږي او د ټیټ قد په برخه کې یا د ټیټ قد په نباتاتو په حساب کې چې کوم تجربې د سرته رسوي عین همدغه رقم کار یې وکړو صرف هلته کله چې موږ ښیو نو د کوچني ټي د کوچني توري ستاسره ښیو هلته هغه نباتات چې ټیټ قدونه درلودل پلرني نباتات سره تزویج کړل ټول اولادونه د ټیټ قد لرونکي نباتات لاسته راغلل او په دې ترتیب سره میندل خالص ټیټ قد لرونکي نباتات او خالص جګ قد لرونکي نباتات میندل لاسته راغلل او په دې ډول باندې چې د هوموزایګوس نباتاتو په نوم یې د هوموزایګوټیک نباتاتو په نوم سره یا د دلې میندل خالص نباتات لاسته راغلل دې کوم چې کله د خالص نباتات میندل لوړ قد ټیټ قد په نوم سره تزویجي هر خصوصي نسترزي هغه کنټرول شوی حالت له مخې مسترزي بدون اس دی پی سي کوم نو بس خالص لوړ قدرون کې نبات په کې د ټیټ قدرون کې جن موجود لري او د ټیټ قدرون کې نبات کې لوړ قدرون کې جن موجود لري ان من د تجربه انجام کوم دل بده بس نه ونکړه نو کې لوړ ونی او ټیټ ونی نباتات بیا سره تزویج کړه د نباتات یو ځپیو خاصیت کې توپیر لري یو خاصیت توپیر سره دوه نباتات تزویج ته دوه نه موږ تزویج ته هم هایبرید کراس ول کې هم نمونه هایبرید کراس تجربه سره ترسونه من د ولډ نسل ته پی جنریشن او پرنټل جنریشن ولې سره تم مخدره او د اولادونو لرین نسل ته پرس پیل جنریشن ولې پیو نسل دی بیا کله چې پیو نسل بیا سره ته زوچ کیږي د ته سیکنډری پیل جنریشن ویلې من نو ورک نو من د پی په نسل کې خالص د لوړ نه بعد خالص چې ونه وسره ته زوچ کیږي په روانو نور کاسو کې ته زوچ کول چې پیو نسل کې سو امکان وجود وجود لرونی د جټ قد نباتاتم بل استرغل د جټ قد نباتاتم بل استرغل عموما د جټ قد نباتات بل استرغل په شکل دی مخالف د جټ قد لوړ قد نباتات سره تزویج کړ یعنی خالص د جټ قد نبات او خالص د جټ قد نبات سره تزویج کړ ټول دی د جټ قد نبات بل استرغل ول بده تو پیس رسالت از جنوم سیو هترو زایګوس ان د جټ قد لوړ قد جټ قد جن په یو پکتورن په کې موجود دي هغه رستي تجربه درسته په خبرې کې دلته سي چې مهم دي دا دي سي من د لول کوشش کوم من د کوم بیراز او بری راز د بری تو برازم په دې کې وسی د کوشش کې خالص نباتات د لور قد خالص نباتات د شر قد خالص نباتات لاس راوړي د ګل رنگ هم څنګه نظر کې نیو خالص د سپین ګل رنگ لرون کې سپین د نباتات لاس راوړي یا خالص د غواني رنگ لرون کې نباتات لاس راوړي یا من د کوم مثلا د ګلان په نظر کې نیول د ګلان موقعیت پلار لوکیشن نو خالص د انجامي ګلان لرونکو نباتات او خالص د محوري ګلان لرونکو نباتات ته لاسته راوړل په دې ډول باندې مختلف خصوصیات په نظر کې نیول او هغه نباتات د غل مخې نه خالص کول هم زایګوس کول او کله چې هم زایګوس کول بیا وروسته هم زایګوس نباتات په خپل نس کې د مخالفو صفتونو سره تزویج کړل او نورې تجربې سرته ورسولې په دې ډول باندې په وراثت باندې حاکم قوانین من ټول کشف کولو لاسته راوړو.